بینندگان عزیز با درود و سلام، فرمانده چچن که در کورسک روسیه می جنگه گفته است که بعد از جنگ کورسک اوکراین سقوط خواهد کرد. این سخنان علاودینوف است، آبتی علاودینوف، فرمانده نیروهای ویژه احمد مربوط چچنا که به اونجا فرستاده شده. گفته بعد از این که کار تمام شود اوکراین سقوط میکنه. اما اصل قضیه است که اوکراین از حمله بر خارکوف احساس خطر میکنه. حالا گزارشاتی که میاد، چرا تجمع قوای روسیه در اطراف خارکوف در حال افزایش است؟ علاودینوف نبرد در منطقه کورسک نبرد سرنوشت ساز میخوانه، اون فرمانده جنگ است. در کانال تلگرامی خود یادم نوشت عظمه شما میخوان در این نبرد سرنوشت ساز شرکت کنید. ای که از همه میخواه معلوم نیست که کی میخواه، از آدم های غیر نظامی یا ارتش روسیه و متباقی قطعات. میگه چرا شرکت بکنیم؟ به دلیل اینکه بعد از این جنگ اوکراین سقوط خواهد کرد. ای که چرا ای گپ از داد منطقش چیست فهمیده نمیشه. ای خطاب به شبه نظامیان اوکراینی که در منطقه کورسک حمله کردن گفته شما حالا به کورسک داخل شدین، مگر هیچ جای بر دفن شما وجود نخواهد داشت. چرا؟ یعنی کشته خو میشین اما ما شما رو در خاک هم دفن نمی کنیم. اجساد شما باید سوزانده شوند. به این جنگ روانی و لفظی شانم به این ترتیب است. ادامه عملات اوکراین در شکستن خطوط دفاعی در منطقه کورسک همچنان ادامه دارد. یعنی تو نیست که اونا عقب نشینی کرده باشن. وزارت دفاع روسیه گفت که در مناطق ایواش کوفسکی، ملایا لوکنیا و اولگوکا تلاشا بر شکستن گروه متحرک مسلح اوکراین در خاک روسیه را متوقف کردند. یعنی متوقف و این معنی نیست، یعنی پس دوباره این سه شهر گرفتن، فقط متوقف کردن پیش نره. در قسمت جنوبی سوجا موشک اسکندر یک جایی را کوبید که 15 نفر از کارکنان فرماندهی لوای 22 میکانیزه اوکراین در جا کشته شدند. این موشک اسکندر با یک کلاهک ترموباریک استعمال شد. این کلاهک ترموباریک عرض شود که یک نوع مهماتی است که از یک چیزای حالت واکنش شیمیایی داره. واکنشش وقتی که در جای اصابت میکنه، اما شعای انفجارش بسیار زیاد است و آتشی که تولید میکنه بسیار شدید است. بانمود اسکندر مجهز با کلاهک ترموباریک این منطقه را زده که اینجا یک مخفیگاه بوده. در مجموع در طول نبرد در کورسک اوکراینی ها مطابق حواله وزارت دفاع روسیه البته که 1120 نفر تلفات دادن، 140 موتر زرهی تخریب شامل 22 تانک. این تانک هم دیگه همیشه یا آلمانیز یا انگلیسیز یا امریکاییز. 20 نفر زرهی، 8 موتر رزمی پیاده نظام و 88 اما موتر زرهی رزمی همه از بین رفتن. گزارشی که از اوکراین آمده باشه که گفته که طرف مقابل چقدر از بین رفته نامده. این کورس بسیار یک جای مهم است. اگر به خاطر داشته باشه در جنگ دوم جهانی این کورس وقت فرمانده جنگ مارشال ژوکوف بود و واسیلیوفسکی آخرین حمله راهبردی بود که آلمان ها توانستن در شرق انجام بتن به کورس بود. اینمی که امروز جنگ جریان داره داشت. در امو جنگ باز چی شد؟ ستون فقرات ارتش ورماخت شکست. اول پیروز شده بودن بعد شکست. البته این قضیه در خاطرات مارشال ژوکوف درج است. حالا در میجه چی کردن؟
اوکراین مثل زی که اینو واگنر زندانیان آوردن، بسیج کردن، به جنگ آوردن، اوکراین هم کاپی کرده از این روش روسا، صدها زندانی را آوردن با نیروهای در کنار نیروهای مسلح اوکراین به جنگ دمی کورسک. تخمینا خب همونطور که گفتیم از 10 تا 12 هزار نفر در اینجا سرگرم جنگ هستند. تیارات روسیه سو 35 در شبانه، یعنی هم شب هم روز، ضربات بسیار مرگباری را و مواضع اوکراین بر مراکز تجمعشان بر به اصطلاح قطارهای میکانیزیشان وارد کردند. این فیلم هایی که شبانه گرفته شده نشان میده که چطور اما به اصطلاح پرسنل اوکراین و تجهیزات اوکراین در منطقه مرزی میخواین خود حاشیه بکشن یا فرار کنن، نابود میشن. از این منطقه بیش از 76 هزار نفر از سکنه بومی تخلیه شده، کلش فرار کردن. خب فرار هم کردن، خود روس ها اینا رو کشیدن و 4400 نفر هم در اسکان موقت داده شدن در یک جای دیگه. حدود 60 محل اسکان موقت یعنی چادر زدن، خیمگا به اصطلاح، برای افراد تخلیه شده در 8 منطقه روسیه ایجاد شده. گیره ببینه بیجا شدن های داخلی است. یک رسانه اسپانیایی گزارش کرده که اوکراین از باز شدن جبهه جدید در مسیر خارکوف بسیار میترسه. خود چی گپ است؟ ارتش بخش شمالی روسیه در خارکوف تحرکات خود افزایش دادن، یعنی کیف تجمع جدید از نیروهای روسی را در این منطقه تشخیص داده، میفهمه که اینا یک رنگ اسلحه و قطارهای نظامی را به منطقه آورده میرن. ویتالی سارانسوف دبیر مطبوعاتی نیروهای اوکراین در خارکوف گفته که گروه ارتش شمال روسیه به زودی جبهه تهاجمی را در 70 کیلومتری ووچانسک در سوتنیتسکی کازاچکا باز خواهند کرد. این منطقه رخ در رخ هم هستن. قبل از او اطلاعات بریتانیا به کاهش میانگین تلفات روزانه در بین نیروهای روسی اشاره کرده بود، برای اونا در دفاع بودند، حال باز در حالت تعرضی هستند. به این ترتیب زلینسکی از شکست سربازهای خود تلفات کشته میشن به عنوان به اصطلاح برای جلب ترحم شرکای غربی خود استفاده میکنه. برای از اونو زیاد مهم نیست. ارتش اوکراین با از دست دادن ووچانسک و گلوبوکوا، یعنی در واقع سرنوشت خود در منطقه تعریف میکنه، یعنی میفهمه که بعد از دست رفتن ووچانسک و گلوبوکوا چی میشه. حالا در تلاش هستند که مسئولیت ناکامی خود در مسیر خارکوف بر عهده شرکای غربی بیاندازند که شما ما را اجازه ندادید که ما با استفاده از اسلحه ناتو و امریکا بر عمق خاک روسیه حمله ور شویم. این شما اجازه ندادین، منطقه را از پیش ما گرفتن، اوچانسک و گلو بوکوه را گرفتن، یا مثلا در سوتنیتسکی کازاچکو این تقرب کردن. در اینجا بازم علاوه بر این کیف از سرعت کند تحویل تسلیحات شکایت داره، میگه و ما اصلا زود نمیرسه، یعنی به وقتش نمیرسه. چطور؟ میگه از 50 فروند F-16 که برای ما وعده کرده بودن 6 دستگاه F-16 به ما داده شده و استفاده از او هم وقت بگیر است. وقت بگیر چی؟ باید تمام تأسیساتش در اوکراین ایجاد شود. شخصا فکر نمی کنم که اوکراین از او استفاده بتانه، یا پیش از پیش زده میشه یا اینا خودشان با مشکل مواجه میشن در استفاده از او هواپیماها. عبدی الابدینو بازم گفته که یگانای مثلا قطعات روسی در گرفتن شهرکای جدیدتر دست به حمله خواهند زد. ایندیپندنت
کیف گزارش کرد که ارتش اوکراین یک هلیکوپتر تهاجمی را که قبلا هم گفتم سرنگون کرده که در برنامه قبلی، فقط هم یکی از دیگه کدام هیچ چیزی نیست و این اولین بار است که در طول چند ماه اینا موفق میشن هلیکوپتر میزنن. پدافند هوایی بلاروس همونطور که گفتیم تهاجم پهپادهای اوکراینی رقب زدن و اونا را سقوط دادن. در این طرف لهستان صدها موشک هوا به هوا را یک رنگ از امریکا خریده میره. تمام پول ذخایر خود این کشور کشیده تبدیل به آهن میسازه و بارود. چی هست میگه به عنوان بخش از نوسازی سازمان نظامی کشور. موشکایی که اینا میخرن بر نیروهای هوایی لهستان در نظر گرفته شده. با چی گفته؟ گفته که ما حال این موشکا رو با شما نمیدیم. شما ببینید که از اینا چه رقم بید. میگه از سالهای 2029 شروع میکنیم تحویل این موشکای هوا به هوا را تا سال 2033. تا او وقت کی زنده کی مرده و تغییرات جنگی با چه شکل خواهد بود؟ آیا به می شکل کشور به نام لهستان خواهد بود یا اوکراین؟ فهمیده نمیشه. خب البته تایم گزارش کرد که بازم از داخل اوکراین که بدترین قطعی برق از زمان درگیری ها حال تجربه میشه. این سراسر کشور برق قطع است. در کل یعنی مردم عمدتا از خدمات بانکی، تلفن، اینترنت محروم هستند. حمله و زیر ساخت های انرژی اوکراین از طرف روسیه کاملا کارا بودن، مردم خسته شدند. تا زمستان وضعیت بحرانی تر خواهد شد به خاطر از اینکه اوکراین پیش از هوای سرد یک فرصت داشت تا آسیب های وارد شده به سیستم برق ترمیم بکنه اما نشد. آن ناظران میگن که همه چیز در آستانه فروپاشی است. این مقاله که نشر شده در نشریه تایم میگه همه چیز در آستانه فروپاشی است. برق تقریبا در همه جا فقط برای 4 تا 6 ساعت در روز در دسترس است. متباقی 18 ساعت برق وجود ندارد. اینا رو شما تصور بکنید که در یک جنگ نابرابر و جنگ دراماتیک وقتی که اما ظرفیت برق 6 ساعته را تخریب بکنن از بین ببرن چی اتفاق میفته. اما سقوط